قابل شما رو نداره. یه دقیقه اجازه بدین. آبجی ما کارهای دیگه هم داریم. دو ساعتی که علاف شماییم. ببخشین، من کمالی مهمون آقای یوسفی هستم. زنان زنگ خودشون خرابه، ممکنه خواهش کنم شما در رو باز کنین؟ خیلی متشکرم، خیلی ممنون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدی. سلام آقا. سلام. کدوم طبقه؟ اول؟ بله طبقه اولن، ولی تصور نمی کنم هنوز از سر کار برگشته باشن. امری نیست، مرخصی؟ لطفا بذارنشون تو راه رو. عجب گیری افتادیم. خواهش میکنم تشریف بیارید داخل، اینجا متعلق به جناب یوسفیه. فرقی نمی کنه، استدعا میکنم، بفرمایید. خیلی ممنون، همینجا منتظر میمونم. هر طور میلتونه. چیزی میل داریم بیارم خدمتتون؟ چرا، اگه ممکنه یه لیوان آب خنک. بله بله از سایه. هستیم دیگه. چقدر شد؟ قابل نره، 5 تومن. چه خبره؟ جدیدن تو ایران اتفاقی افتاده؟ خبری نیابجی، اشتق و مشتق رو تهیه کردیم واسه شما، از راهان تا بلنجک. ماشین دربستی گرفتیم تهرون رو بگردیم. من اشتق زدیم پول آخه. ولی زیاد. نیابجی زیاد نی. شما نبودی، خرج دستت نی. خدا رو شکر دلار مولار ازت نخواسته. زد زیاد. شیفه بردی؟ بله، البته مدتیه که ایرانم، دیگه دارم برمیگردم. مقیم کجا هستی؟ آلمان، دوسلدورف. آلمان. شما اونجا بودی؟ یه دو سه باری، البته چند سال پیش. چند دفعه مرحوم آقا جان رو برای معالجه بردیم اونجا. پس آلمانی بلد نیستی؟ نه، یه چند کلمه بلد بودم که اونم یادم رفته. با انگلیسی و فرانسه آشنا. من فقط زبان آلمانی بلدم، البته یه مقداری هم انگلیسی. آدم هر چند تا زبونم که بدونه خانوم، فقط با زبون مادریش میتونه حرف دلشو بزنه. سلام آقا رضا. سلام. چطوره بابا؟ اینا چیه؟ 20 کیلو برنج، تازه مخلفاتش مونده. این مادر ما رو که میشناسی، چپ و راست نظر و نیاز میکنه. بام شدیم بارکش. ای بابا سنگینه، بیام کمکت. خیلی ممنون، خودم میبرم. حالا مدرکی که گرفتیم مادرمون نظر شعله زرد کرده دیگه، قشنگ. مبارکه. خب سلامتی، پس مدرک رو گرفتی. اگه میدونستم اینقدر مکافات داره ادامه میدادم. اب نداره بابا جان، قشنگی زندگی به همین چیزاست. ضمناً یه زحمت دیگه هم داشتم، ایشون خانم کمالی هن، دوست خانم یوسفی. سلام خانم، ببخشید من متوجه نشد. سلام. این بچه ها نیستن، اگه ممکنه ببرشون پیش مادر، اونجا راحت تره. خواهش میکنم، ما هستیم در خدمت. نه خیلی ممنون، مزاحم نمیشم. نه بفرمایید، اینجا یه حرفا نیست. بفرمایید. بفرمایید. نه میمونم تا بیان. نه خواهش میکنم،
اتفاقا دخترشون هم بالا هم پیش ما. بله دخترشون. رضا با تو هم رضا اینقدر صورتت بر نرو لک میشه با جوش زده. این کیه؟ کی کیه؟ این کی؟ بابا این دیگه خانومه؟ نه آقاهه خانومه دیگه میدونم حال باز چی بردش اینجا؟ کیه؟ چیزه؟ این پیرنه من که واسه اوتو کرده بودی بعد بیارم بود حالا واسه کی داری آرو بیرا میکنی؟ بابا زشته یه خانوم متشخص اومده اینجا اه باید کلاس داشته باشم از دانشکده تا بردی؟ نخی پس از کجا؟ ها؟ از تو حیات از تو حیات؟ بابا بچه خوابه خیلی خوب پس بگو از کجا؟ بر چی اومده؟ گفتم بابا جان تو حیات بردمش پس بفرمایید از زیر بوته ها اومده نه خیر از زیر آلاچی مسخره بازی در میاری خودم برم بپرسم بیا بابا پس چی بابا این خانم اومده اینجا با شما آشنا بشه در رابطه با من صحبت کنین در رابطه با آینده من بده شوخی میکنه آشنای محبوب خانم ایناست فردوس فرستادش بیاد بالا تنها نباشه فعلا تا محبوب اینا بیام راست میگی بله خدا بگم تو رو چی کار کنه باکش باز باکش کمشا سلام عزیزم حالتون خوبه؟ گم شده بودم حسابی گم و گوش چه عجب یه یادی از ما کردی اصلا وقتی زنگ زدی مدرسه گفتی دارم میام من که باورم نمیشد من هر وقت میمادم ایران یاد تو بودم هر دفعه ردتو گرفتم اونتا هیچ کسی هیچ آدرسی ازت نداشت این دفعه گفتم هر جوری شده پیدات میکنم و پیدات کردم چقدر خوب کردی اصلا باورم نمیشه چقدر عوض شدی در به داغون شدم ها بابا خودم میدونم مرخصم محبوب خانم وای چه حرفایی تو میزنی خب 6 7 سال هم دیگه رو ندیدیم بالاخره عوض میشیم دیگه منم عوض شدم اصلا عوض نشدی قالی کرمون اصلا محبوب راضی آره شکر آخه خود زندگیت خیلی ساده است یکم جا خوردم شوهرت چه کنه است تاکسی داره توی تعمیرگاه هم کار میکنه مرد خوبیه اهل زندگیه تو که از بچه بدت میومد کی من همچی حرفی زدم دلت میاد تو رو خدا یادتی چقدر سخت میگرفتی ای بابا چی میگن زندگی باید کرد خب از خودت بگو از شوهرت از آلمان از زندگی والا تو آلمان سلام این چمدونا رو گذاشته بودم پشت در ما از فرنگیز خانم پرسیدم که حتما مال مهمون شماست دست درد نکنه بیا تو مهمون داری بیا تو مزاحم برو هنگز معرفیت کنم بیا تو بیا بیا اینقدر تعارف نکن
مرضیه خانم، عروس این ساختمون. روحانگیز دوستم سلام. چمدانه شما رو برده بودم، گذاشته بودم دم خونه مامان، برای شما آوردم. چمدون؟ مگه چمدونه شما نیست؟ خیلی ممنون. این راننده تاکسی برداشته گذاشته در خونه شما. خیلی خوب، بیا بریم برات یه چایی بریزم. نه نه شما بشین، من خودم میریزم. ای یعنی چی؟ تو مهمونی میخوام، من چایی بریزم. جان ایرانی، هنوزم دست از فضولی و خلزنک بازی بر نداشتم. محبوب جان من میرم، من مثل اینکه مزاحم شدم. نه نه مرضیه جون ببین، یه دقیقه گوش کن، ما اصلا داشتیم یه صحبت دیگه میکردیم، مگر نه روحانگیز جون؟ بیا بشین. من که قصد فضولی نداشتم. خیلی خوب، من اصلا منظورم به شما نبود، معذرت میخوام. به خدا اصلا منظورم به شما نبود. این خانم رو میگم. کی بود این همسر فرنگیس خانم؟ از لحظه‌ای که رفتم تا موقعی که محبوب اومد همینجوری یه ضرب سال پیشم کرد. نخه فرنگیس خانم خیلی خانم خوبی هست. خب فضولی چه رفتی به خوب بودن داره؟ من یه چایی بریزم. آره محبوب، بتول یادته؟ نه بطول کاظمی دیگه، اونم آلمان بود، در به داغون پاک قاطی کرد، الان تهرانه. کدوم اگه بشه یه سری بهش بزنه. خلا چش هست؟ ماجراش مفصله، بعدم برات میگم. ببخشید گفتین از آلمان اومدین، آلمان خوبه؟ برای کی؟ کلن اگه پول داشته باشی. آره شما اونجا چیکار میکنی؟ من زندگیم خوبه. محمد یه پیتزا فروشی داره، راحت میخوای ببرمت؟ محمد اونجا کارگر میخواد، بلدی؟ ای وای چه حرفیه میزنی مرضیه جون، لیسانس هست، شوهرش هم همینجور. اصلا نخواستم بیان که چیزی گفت. ما اینجا زندگیمون خوبه. ببخشید من دیگه برم، علی الان میاد. کجا بشین حالا؟ نه خیلی ممنون دیگه باید برم، خونه مام طبقه بالاست، من غذای شمالی هم خوب بلدم بپزم، منزل مام تشریف بیارین. خیلی ممنون، حتما میام. حالا کجا میخوای بریم این زودی؟ مرسی جون ببخشید، واقعا منظوری نداشت. نه با اجازه. چرا اینجوری باش حرف زدی؟ حرف بدی زدم؟ محبوب اونجا زن و شوهر زود از هم جدا میشن. خب بندمش قفل است و در دل رازها، لب خموش و دل پر از آوازها، عارفان که جام حق نوشیدند، رازها دانسته و پوشیدند. ما بودیم بس که چای خوردیم، برای یه بارم که شده تو زندگی اجتماعی یه قهوه بر ما بیار. ستاره با تو هم کجایی؟ چیه؟ یه قهوه. امید مغزم قفل کرده، همیشه سرم پر از سوژه سا، اما الان خالیه خالیه. یک سوژه بک رو برات دارم. چی؟ منو بکش، شاکار خلقت با همین پوز. سوژه تنز که نمیخواستم، تو رو هم صد بار کشیدم. دست شما نکنه، حالا ما شدیم تنز دیگه، داریم شدیم شوخی. امید واقعا که ناامیدم کردی. استاد بنایی وقتی که مغزتون قفل کرد نقاشی نکشی، به شعر پناه ببری. بیا این شعر رو بخون، یه خورده روح تازش. بیا تو بخون من گوش میکنم. پس تو باید قهوه بریز، تو من برات بخونم. بس برات شعر نو بخونم اصلا، این بهتره. سب کن چند تا شعر اینجا من گیره بردن. خب پاییزی از پشت شیشه میتابد بر گلهای قالی، زنبوری خود را به شیشه میکوبد. خوبه؟ خوبه؟ آفتاب پاییزی از پشت شیشه میتابد بر گلهای قالی، زنبوری خود را به شیشه میکوبد. خودشه. چی خودشه؟ خودش
باشه. رحمه چی شو؟ چی تو صد داری اون برنجه رو پاک میکنی؟ رفتم برات برنج دم طلایی گرفتم که پاک نکنی دیگه. خدا بیامرزه بابات، هر وقت یه سنگ توی پلو پیدا میکرد به من نگاه میکرد، بعد اینو ور میداشت میزد به شیشه. وا، میزد به شیشه؟ برای که من متوجه بشم سنگ توی غذا بوده. مشکل داشته پس بابای منم، خدا بیامرز. دیگه منم عادت کردم والا. ولی امروز قشنگ رفتی سر کارو، خوشم اومد. خدا بگم بچه تو رو چی کار کنه؟ خب اگه من باور میکردم و به این دختر چه میتونم از کوره در میرفتم یه چیزی میگفتم خوب بود؟ به قول خودت آدم دنیا دیده الکی از کوره در نمیره، حرف خودته. از زبون تو بچه، کارت اصلا درست نبود مادر. نه واقعا فکر کردیم از این تیپ دخترها خوشم میاد. چین با فیس و افاده نشسته بود اینجا، فکر میکرد دماغ فیل افتاده. بسه، انقدر پشت سر مردم حرف نزن. خانم ما تازه امشب مرتفع شدیم که عیالمون ای دستپختش بعدا کم نی. البته امشب استثنا دستش در رفته، خوشمزه بود، خوب بود. این محبوب حیبونی همیشه مورد حسادت بود، چه تو فامیل چه تو دوستا، از نظر انتخاب لباس، انتخاب رنگ، انتخاب دکوراسیون، دستپخت، انتخاب شوهر. همه اینا که گفتیم به کنار، این آخری رو الحق درست گفتی. همه بچه‌ها دلشون می‌خواست بدونن بالاخره محبوب خانم کیو انتخاب میکنه. خیلی کنجکاو بودن. واسه همین وقتی خونه زندگی شو دیدم یکم جا خوردم. 10 تا خواستگار داشتی، یک از یک بهتر. یادت سعی میکردی واسه هر کدومشون یه ایرادی به تراشی؟ بله، ولی خب هر کاری کردم نتونستم از جهانگیر ایراد بگیرم. تو به ما گفتی، ما یاد گرفتیم، عمل کردیم، خودت جا موندی. چه خوب که جا موندی، اینجوری شد مسافر زندگی ما. خوش به حال ما شد دیگه، ما هم در بست تا آخر خط نوکرش. پس من چی؟ از مامانی چه خبر؟ تو که تاج سرمی عزیزم. گفتم از مامانینا چه خبر؟ انقدر درگیر حرفای خودمون شدیم که من اصلا یادم رفت حالشون رو بپرسم. اگه گفتی آخرین باری که همدیگر رو دیدیم کی بود؟ همون سالی که شما اومدین اهواز دیگه. آها، پیش از جدایی مامانینا. مرضیه بابا تو امشب چته دختر؟ هیچ، خستم. خستی؟ ببینم من روزا میرم سر کار، تو توی خونه تیشه برمیداری کو میکنی ها؟ نه ولی خب از صبح تا شب خسته میشم دیگه. خسته میشم دیگه. آها، من فهمیدم تو چته. تو الان چند وقت هوای تهران خوردی بهت نساخته، تو باید بری شمال کنار ساحل قدم بزنی. ها علی جان، علی قیافه ما این گداهاست. ها قیافه تو این گداها بود که خانم من هم برای گرفتن شما خودم با آب و آتش نمیزدم، این همه گدا تو خیابون. سر و وزن بده، یکی منو با تو ببینی فکر میکنه من کلفت تو هم. این حرفا چیه تو میزنی دختر؟ تو چت شده امروز؟ همون که گفتم تو حال کلت خرابه، یه خورده بخار داری، اگه بهش بخوره خوب میشی. میخوای این هفته بریم شمال؟ آخه چی شده بابا جان، کسی چیزی به تو گفته؟ باید خامت خانه داری که. هیچ
امید. امید. از من ناراحت شو؟ نه، چرا؟ احساس کنم یه خود از من دلخور شد. نه بابا، شبا وقتی میاد خونه خسته است. تازه امشب خیلی هم سرحال بود. من که نمیخواستم ناراحتش کنم. تو خودت امشب حسابی خسته شدی. بسه دیگه، ول کن برو بخواب. بخوابم؟ تازه میخوام یه دل سیر با هم حرف بزنی. آخه اینا که خواب. میبرمت یه جایی که بتونیم با هم بیا. سلام. سلام. مهمون داری؟ بله، روحانگیز دوستم ستاره. سلام خانوم، خوش آمدی. سلام. دیدم که شب همه خوابیدن، گفتم بیایم تو آلاچیق یکم با هم حرف بزنیم. خیلی خوب کاری کردین. با اجازتون. کجا؟ مزاحم نیستم؟ ای بابا بشین دیگه. این ستاره خانم هم نقاشه هم دست به قلمش خوبه. راستی میگم این داستان دوستت بود بر من تعریف کردی، میخوای برای ستاره تعریف کن؟ شاید یه قصه. حالا خستم. باشه بعدا. ماجرا چیه؟ میگم اگه تو خسته ای بذار من بگم. نه، خودم میگم. شما نقاش چی هستی؟ والا اگه بشه اسمشو گذاشت نقاشی، تو همه زمینه ها کار میکنه. محمد خیلی دلش میخواد یه تابلو از من تو خونه اون بزنه. روحی جان از خارج از کشور اومدن، البته شوهرشون هنوز اونجا زندگی میکنه. پس چیزای خیلی قشنگی دارین که برامون تعریف کنی. وقتی دیدمش خیلی حالش بد بود، خیلی دلم برش سوخت. کی؟ دوستش بتول کاظمی، دادنش به یکی از این ایرانیای مقیم آلمان. وقتی میره میبینه بابا یارو زن داره، دو تا بچه. بعدم بلش کرد. یارو از اینایی بوده که عاشق این بوده که بره خارج از کشور، خودشو به آب و آتیش میزنه. بالاخره میره، یهو این اوضاع اصلا به هم میرسه. همش در بداری، تنهایی. خیلی تنها بود، خیلی. خب برمیگشت، کاری نداره که. ای بابا مشکل همینجا بوده دیگه. نه، روش نمیشده برگرده. که خیلی خوب میمونم، زندگی میکنم، میسازم. اصلا مرد روانی بوده، همش شکنجش میگرده. غربت، بیوفایی، دروغ. دوبار میخواسته خودشو بکشه. بعد اصلا مردم میگه زن من روانیه، طلاقش میده. بیچاره دختره رو ول میکنه به امان خدا. مدت ها در به در بوده، بالاخره نمیدونم یکی پیدا میشه میگه بابا چرا نمیره سفارت. پاسپورتش رو شوهره برداشته بود، بهش نمیداد. بالاخره میره سفارت، سفارت بالاخره کمک میکنه، جمع و جورش میکنن، میفرسنش ایران. توی فرودگاه روحانگیز میبیندش. حالا کجاست؟ تهرونه. به روحانگیز گفتم بابا بریم بیاریمش، بلکم دلش واشه. محبوب حالش بده، حالش خیلی بده، من باید کمکش کنم. خب با کی زندگی میکنه؟ قبل از این که بره آلمان یه آقایی بوده که میخواستن با هم ازدواج کنن، ولی این میذاره میره آلمان. بعد با خودش فکر میکنه که بر میگردم خب با هم ازدواج میکنیم، ولی وقتی برمیگرده میبینه اون آقا هم ازدواج کرده. گفت خودشو میکشه. من باید کمک.
کمکش کنم. خیلی خوب، حالا چنقدر خودتو ناراحت میکنی؟ ما هر کمکی که از دستمون بر بیاد خب براش میکنیم دیگه. اصلا این حرفا رو بذاریم برای بعد. این همه حرفای قشنگ تو دنیاست، یه راست رفته سر غم قصه ها. فرق ما زنها با مردا میدونید چیه؟ اونا تا اینجا جمع میشن میگن و میخندن، اما ما یاد غم قصه هامون میافتیم. اصلا ناف ما زنها رو با غم و قصه بریدن، حالا چه برای خودمون چه برای دیگرون. شما چقدر خوب حرف میزنید. میشه ما بعدم بازم با هم حرف بزنیم؟ چرا که نه، خیلی هم خوبه. شدم قربونت بونم. این چه حرفیه میزنی؟ در عوض میام آلمان تلافی میکنم، خوبه؟ میای؟ آره، چرا نیام؟ خیلی خوب، بلنشو جاتو بندازم به خواب. فردا شل زرد پزون داریم. کاش میمون محبوب، کاش بمیره دست سر من برداره. شول زرده پچه نقدر سفیده. ای مادر، هنوز زعفرونشو نزدی؟ خوبه؟ بله عزیزم، صلوات بفرست، نیت کن، تو کارات موفق شید دیگه، بزرگتر از این تو خونه خودت بار بذاری. خوبه، دورشم نویزی؟ آروم، تنگیره. یه ناز کردی، همه کاراش افتاده گردن ما. برو، برو، حالا مگه چیکار کاسه کم داری؟ برو کاسه بیار مادر جون، بده به من. میسوزی. خیلی خوشمزه شده، خیلی. لگن چرا قدشی بردی؟ گفته کاسه برده بیا. من فکر شما هم که قرار زرف بشوری یا آره زرف زرفران قرار ما بشوری؟ خانم جان این سهمی آشما رو بده اینجا ما بگیم. داد شما این اسمش آشه. برو دنبال کردیم. آقا اینم گل. دیگه چی میخواین از جون ما؟ زرفران رو بردی؟ زرفران رو منم اینم میارم. اینا رو بذار برای آقای فردوس رو هنگیز شد. همه کارهای سخت مال ماست دیگه. آره خیلی زحمت میکشی. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. ما بریم برسیم به شروزر که مرحله
بخش فنی. بله بفرمایید. چقدر با هم مهربون. چرا نباشم خانم؟ من خیلی جاهای دنیا رو گشتم، هیچ کجای عالم یه همچی صفا و جنب و جوشی ندیدم. اینطوری لحظه های زندگی برکت پیدا میکنه. منم روز اولی که اومدم ایرون هنوز تو حال هوای اونجا بودم، بهم گفته بودن خونم خالیه. اومدم دیدم ای وای، دیوار کشی کردن، چند تا خونه از تو این ساختمون در بردن. فوق العاده عصبانی شدم، گفتم همشون رو بیرون میکنم. البته ببخشینا. خواهش میکنم. اما وقتی باشون برخورد کردم، اون صفا و صمیمیتشون دگرگونم کرد. یک لحظه نذاشتن احساس تنهایی کنم، مثل پروانه دورم چرخیدن. کم کم دیدم ای وای، اصلا بدون اینا نمیتونم زندگی کنم. اینا شدن خونواده من. خودتون میبینین دیگه. خلاصه چی دیگه، این دختره اساسا یه جورایی امید شد. زنا کدوماشون یه جورایی نیستن ها. خب مرحله فنی، تخصصی و پایانی شل زرپزون. خواهش می‌کنم تشریف بیارید. بفرمایید خانم، بفرمایید. می‌خوام زعفرون بریزن توی دیگ. خیلی ممنون، من همینجا میشینم. سر دیگ تشریف بیارید. آخه اینجا راحت ترم. شما بفرمایید. خب هر جور راحتید. خب بیا بریم دیگه. نه من اینجا راحت ترم. تو رو فکر کنیم. آخه نمیتونم، همینجا راحتم. شما بفرمایید. گلابم بیارم. خب همه تشمیر که دیگه دوره هم باشین. بفرمایید. حالا اون گلابو بیارید بریزین آخر. کاری کردم که انگشتاتونو بخورید. ببین فقط میخوام نقاشی رو ببینیم، ببینین امید نقاشه یا ستاره. چه بویی داره شعله زرد منو بزن اینجا. خب سعی کن بیا بیا معلوم بیا 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 همه باید تشریف بیارن ها. در دیگو که برمیداریم همه باید دور هم باشیم. بفرم شما بفرم. بفرم یا بیا 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 نیت کن، بیا هم بزن نیت کن. دست نظر تا آخه فقط الان میخواد نقاشی رو تماشا کنین. چی میشه نقاشی میشه؟ من الان در دیگو برمیدارم، هر کسی میتونه ستاره بخت و اقبال خودشو دیگه ببینه اینجا. بیا عزیزم میخوای اول شما هم بزن، هم بزن نیت کن. چی باید بگم؟ هر چی دلت میخواد، هر چی تو دلته، دعا کن برای همه. برای که دعا کنم؟ برای دوستت بطول کاظمی. خیلی خوب باشه. 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 خیلی خوب باشه.
بود.